أحلام وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلام الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم خدمة همى أزيزان و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید می گویم یک دیگر از مسائلی که امروزه ادب نسبت به این مسئله کمتر رعایت میشه قضیه سله ارحام هست یا سله رحم دید و بازدید از اقربا از نزدیکان متاسفانه بعضی از انسانها در جامعه می بینیم که وقتی که بحث از سله رحم میشه میگه من خواهر خود را یک سال دو سال میشه هیچ احوال ندارم کمتر یا بیشتر یا بعض انسان ها میگه در هفته ها من از پدر و مادر خود خبر ندارم بعضی از انسان ها نسبت به برادر خود نسبت به عموی خود کاکای خود مامای خود اما عکس اقربا و خیشاوندان را گذاشته میبینیم که از افراد هر لحظه خبرگیر هست و آگاه هست که هیچ ربط شاید به سله رحم و به سله ارحام و به اینها نداشته باشه الله سبحانه و تعالی شدید بیان میکنه و میفرمایه و تقو الله بترسید از الله از او ذاتی که الذی بهی به الارحام روزی سوال کرده میشوید در قضیه سلی رحم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون سله رحم چقدر احادیثی ارشاد فرمودن و ما را متوجه می سازن و یا اینکه که بعض دیگر از انسان ها فکر می کنن که به مجرده که دخترشان عروس شد دیگه کاملا دیگه ارتباط نداره و سله رحم لازم نیست بعضی از برادرها فکر میکنن به مجردی که خواهرشان عروس شد خانه بخت خود رفت خانه شوهر رفت دیگه نیازی به پرسان و احوالگیری نداره و یه حکدا و خاله و و سایر کسانی اقربا و خویشاوندان و اینها آیات زیادی داریم که الله سبحانه وتعالى می فرماید و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض في کتاب الله شما صاحبان قرابت اولو الارحام را باید بشناسید در کتاب خدا بیان شده قرآن برای ما معرفی میکنه اصلا وقتی ما میگیم سله رحم این سله رحم برای کیست اقربا و خیشاوندان چه کسانی هستند خود این ارحام و ذوی القربایی که در قرآن بیان شده اینها چه کسانی هستند به اینه که گفته شده یطلق این ارحام یا ذوی القربا یطلق على کل من یجمع بینک و بینه نصب او چیزی که جمع میکنه یا یجمع و جمع کرده میشه او چیزی که جمع میکنه یا جمع کرده شده بین تو و بین او شخص نسب وقتی نسب یک جاه شد شما شدید زوی الارحام شما شدید، زوی قربا، شما شدید، اقربا شما شدید از کسانی که باید از حال همدیگر واقف باشید دین مبین اسلام دینی نیست که انسان تکرو باشه دینی نیست که هرکس در گوشه زندگی بکنه پدر از فرزند خبر نداشته باشه فرزند از پسر خبر نداشته باشه دختر از حال مادر خبر نداشته باشه مادر از حال دختر خبر نداشته باشه پدر از حال فرزند خبر نداشته باشه فرزند از حال پدر خبر نداشته باشه دین اسلام چنین دینی نیست این در غرب که امروز پدر از پسر خبر نداره پسر از خواهر خبر نداره خواهر از برادر خبر نداره دین مبین اسلام دینیه که همه را کنار همدیگر جمع کرده قضیه زویل قربا گفته زویل ارحام گفته این قضیه قضیه که روز قیامت پرسان میشه از این قضیه وقتی که میبینیم الله سبحانه و تعالی میفرمایه فاسقين ربختك بيان ما يكون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إدامة بعد الفاسق أوصاف فاسق بيان ما يكون فاسقين شيك صانع هستن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل به آنهایی که عهدی که با خدا بستن اون عهد را شکستن و آنهایی که سله ارحام را قطع کردن و قطع می کنن خیلی مسئله مهمیه و این بحث بحث سله ارحام از خود آداب داره اولین ادب در این بحث اینه که سله رحم ابتدا باید از آن کسی که نزدیکتر هست الاقرب فالاقرب او که نزدیکتر هست از او شروع میشه یک نفر ایج وقت از پدر خود خبر نگیره از مادر خود خبر نگیره بعد بره بگه که من میرم از اموی خود از کاکای خود از مامای خود همیشه خبر میگیرم سله رحم به جا میکنم خیر این ارزش نداره پدر و مادر مقدمه از همه بعد از پدر و مادر آبا اجداد پدر کلان بعدا بالاخیره امو و بعد امه و خاله و هر کدام که نزدیکتر بود برای انسان سله رحم باید از او آغاز بشه و نسبت به او بیشتر توجه بشه خواهر برادر در این راستا نکته دوم صبر کردن به مقابل آزار و اذیت اقربا یکی از این اقربا چی پدر باشه مادر باشه عمو باشه خواهر باشه برادر باشه وقتی آزار اذیت برای تو رساندن دیگه حالا لازم نیست که بیایی انتقام بگیری و بیایی با اینها سر کشر داشته باشی این از جمله آداب صله ارحام اینه که اگر آزار و اذیتی از اونها دیدی ببخش عفو کن متوجه باش که اینها اقربای تو هستن، خیشاوندان تو هستن، بستگان تو هستن. سوم وقتی با اقربا و خیشاوندان روبرو میشی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مصافحه با تبسم خنده یه داشته باش تبسم بکن وقتی پرسان میکنی کاکا جان چی حال دارید ماما جان چی حال دارید اما جان چی حال دارید خاله جان چی حال دارید همینها اینها از پدر و مادر، پدر جان، مادر جان، خواهر جان، برادر جان وقتی با اقربا و خیشاوندان خود میرسید، سلام کردید، با تبسم سخنر آغاز کنید. پنجم اگر در بین اقربا و خیشاوندان دشمنی بود، خصومت بود، عداوت بود، اینه که تو برادر مسلمان تو خواهر مسلمان توان دارید که این عداوت و دشمنی رو تبدیل کنید به محبت و دوستی تلاش باید کرد این از جمله آدابیه که ارتباط میگیره به سله ارحام و همچنین وقتی که از اقربا و خیشاوندان باز هم عذری یا عیبی از عیوب که در بین انسان ها هست مشاهده می کنید نباید این را پیش این قوم دیگر پیش خش دیگر پیش بستگان دیگر مطرح کنید انسان در برنامه گذشته اشاره کردیم اگر انسان عیب برادر مسلمان خود را بپوشانه الله سبحانه تعالی عیوب از او در دنیا و آخرت می پوشانه این قضیه وقتی به برادر مسلمان چنین بود حالا به اقربا و خیشاوندان به طریق اولا وقتی عیبی از اونها میبینی سخنی از اونها میبینی اون را بپوشان از جمله آداب با اقربا و خیشاوندان یا آداب در قسمت سله ارحام اینکه خواهران مسلمان وقتی که از اقربا و خیشاوندان اونها از محارم اونها حتی وقتی به دیدنشان میآیند اونها باید حجاب کامل داشته باشند تو خواهر مسلمان باید حجاب خود را رعایت کنید باید حجاب خود را حجاب درست و صحیح باید داشته باشید اما امروز متاسفانه به نام سله رحم به نام اقربا و خیشاوندان چقدر اختلاط خلط و مخلوط زن و مرد نامحرم در بین جامعه صورت میگیره که الله همه ما را از این حالت نجات بده نکته دیگر این که وقتی که به خانه اقربا و خیشاوندان میخواید داخل بشوید بعضی از انسانها مستقیم بدون اذن و اجازه داخل میشن چرا داخل شدید؟ خب این خانه برادر من هست، این خانه خواهر من هست، این خانه پدر من هست، این خانه مادر من هست، این خانه امو و کاکای من هست خانه هر کس که میخواهد باشد نباید بدون اذن و اجازه داخل شد یا ایها الذين لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتكم. حتی حتى تستأنسوا بعد اجازه گرفت صدا بکن در بعضی روایات اول در زدن آمده بعدن سلام در بعضی روایات آمده که اول صدای خود را بلند بکن السلام علیکم و رحمت الله و برکات صدا کن که آیا کسی داخل این خانه هست خب این اقربا و خیشاوندان تو این امه و خاله تو خب شاید سرش پوشیده نباشه شاید پایش پوشیده نباشه در این راستا باید این ادب رعایت بشه که در خانه اقربا و خیشاوندان وقتی داخل می شوید باید صدا کرد و اذن و اجازه خواست همچنین از جمله آداب سله رم اینه که وقتی در بین اقربا و خیشاوندان بین زوی القربا میبینیم مشاکلی هست باید نصیحت کرد با اسلوب حسنه، به روش نیک باید اونها را نصیحت کرد برادرم این مشکل داری خواهرم این مشکل داری شریعت این را اجازه نداده دین مبین اسلام این را تایید نکرده این عمل درست نیست به اسلوب درست نه اینکه این سخن سبب نفاق بشه سبب جدایی بشه فتنه بزرگتری ایجاد بشه پس این از جمله آداب سله ارحام هست نکته دیگر حفظ اسرار حفظ اماناتشان چی مالی باشه قبلا اشاره کردیم چی حرفی باشه چی سخنی باشه که از اونها پیش ما امانت گذاشته میشه ما باید او را حفظ کنیم نکته دیگر که ارتباط میگیره به آداب سله رحم یا سله ارحام یا دید و بازدید از اقربا و خیشاوندان اینه که دادن هدیه برایشان وقتی دیدن اقربا و خیشاوندان می روید هدیه ی تحفه ببورید برایشان وقتی اونها برای شما هدیه و تحفه دادن تحفه و هدیهشان را قبول کنید با دل و جان بپذیرید تشکری کنید از اونها ولو که کم باشه ولو که اندک باشه ولو که قلیل باشه پس به اینه که هدف از سلی رحم سله ارحام اینه که محبت به وجود بیایه رسول صلی الله علیه وسلم میفرماین شما هدیه بدهید محبت بگیرید هدیه دادن محبت ایجاد میکنه تحفه دادن محبت ایجاد میکنه و نکته دیگر این که اگر از اقربا و خیشاوندان مریزن به عیادتشان بروید محتاجن کمکشان کنید ضرورت به چیزی دارن که تو میتوانید این مشکلشان را حل کنید بشه تابید به حل مشکل اقربا و خیشاوندان و اینها و همچنین از جمله آداب سلّي ارحام إنك رسول صلی الله علیه وسلم سلم می فرماین لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها این نیست که کسی با رحم انجام داد تو هم انجام اصل إنك که کسی که ارتباط خود را با تو قطع کرد تو برو رحم را به تو برو در خانهش تو برو سلام بکن خواهر مسلمان برادر مسلمان ارزش اینه که ما هم را درک کنیم دست هم را بگیریم شیاطین جنی و انسیر سیر ناامید کنیم نگذاریم بین خانواده ها بین اقربا بین خیشاوندان خدای نخواسته کدورتی ایجاد بشه سله رحم شکنی بشه ما باید وصل کرد سلی ارحام میگیم وصل کردن اقربا و خیشاوندان به همدیگر دیگر نکته اخیر وقتی در بین اقربا و خیشاوندان دیدی که یکی از اقوام و خیشاوندان و اقربا و زویل قربا دوچار پریشانی هستند خود را به غم اونها شریک بساز وقتی شادی دارن به شادیشان شریک شد الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه این آدابی که پیرامون سله ارحام هست اینها را به جا بیاوریم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماین هیچ چیزی تقدیر به هم نمی زند اما سله ارحام چنان در زندگی نقش داره که حتی بعضی وقت عمر انسان در روایات میاره که اضاف میکنه هدف اینه که در عمر انسان برکت ایجاد میشه به وسیله سله ارحام الله سبحانه و تعالی خوشش میایه از مهر و محبت و سمیمیت و دوستیه که موافق و شریعت مقدس اسلام باشه الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که نسبت به اقربا و خویشاوندان و نسبت به کل امتی اسلامی نسبت به همه انسانها حقوقشان را رعایت نماییم تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات حياتي <تصفح> حياتي بها عليا حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى